در این ویدیو یک تعداد مثال هایی را کار می کنیم که در امتحانات زیاد دیده می شوند و همچنان کمک می کند که نمونه های داده شده را در مورد قابلیت تقسیم آسان تر حل کنید. تمام اعداد، البته این هم یک مثال است، تمام اعداد که قابل تقسیم بر 12 و 20 اند همچنان قابل تقسیم بر. موضوع در این است که اگر یک عدد قابل تقسیم بر هر دوی اینها یعنی 12 و 20 باشد، معنایش این است که بر فاکتورهای ابتدایی اینها قابل تقسیم است. پس اول فاکتورهای ابتدایی اینها را پیدا کنیم. فاکتورهای ابتدایی 12 مساوی به 2 ضرب 6 است و 6 هنوز اولیه نیست چون 2 ضرب 3 است. این اولیه شد. و هر عددی که قابل تقسیم بر 12 باشد باید قابل تقسیم بر 2 ضرب 2 ضرب 3 هم باشد و فاکتورهای ابتدایی آن هم باید دارای 2 ضرب 2 ضرب 3 باشد. و در مورد 20 فاکتورهای اولیه آن را هم می‌گیریم. 2 ضرب 10 و 10 هم مساوی 2 ضرب 5 و هر عددی که قابل تقسیم بر 20 باشد باید قابل تقسیم بر 2 ضرب 2 ضرب 5 هم باشد. و یا بگوییم باید در فاکتورهای اولیه خود 2 تا 2 و 1 تا 5 داشته باشد. و اگر قابل تقسیم بر هر دو عدد باشد باید در فاکتورهای اولیه خود دارای 2 تا 2، 1 تا 3 و 1 تا 5 باشد. 2 تا 2 و 1 تا 3 برای 12 و 2 تا 2 و 1 تا 5 برای 20. و خودتان هم می توانید که امتحان کنید. یعنی اگر بر 20 تقسیم شده بتواند، پس بر 2 ضرب 2 ضرب 5 هم تقسیم شده می تواند. در اینجا 2 به 2 خلاص و 5 به 5 خلاص. و اینجا 1 3 باقی می ماند. پس بر 20 تقسیم می شود. و اگر قابل تقسیم بر 12 باشد، پس بر 2 ضرب 2 ضرب 3 هم قابل تقسیم است. چون این هم مساوی به 12 است و این 2 به 2 خلاص و 5 میماند. پس این بر هر دوی اینها قابل تقسیم است و این عدد در اینجا 60 است. چون 4 ضرب 3 که 12 میشود و ضرب 5 که میشود 60. این در اینجا در واقع کوچکترین مضرب مشترک اینهاست. ولی این یگانه عدد نیست که بر 12 و 20 قابل تقسیم باشد و با ضرب کردن این به هر عدد دیگر که همان ضرب کردن فاکتورها می باشد اعداد دیگری به دست آورده می توانید. ولی این کوچکترین عدد است که بر 12 و 20 قابل تقسیم است و هر عدد دیگر هم با همین شرایط قابل تقسیم بر اینها خواهد بود. حال که این را گفتیم جواب سوال را پیدا کنیم. تمام اعدادی که بر 12 و 20 قابل تقسیم باشند بر ما تمام این اعداد را نمیدانیم و گفته هم نمیتوانیم بر کدام عدد دیگر قابل تقسیم است. شاید بر یک عدد دیگر و یا هیچ عدد دیگر قابل تقسیم نباشد، چون عدد شاید 60 باشد و شاید 120 باشد. چطور بدانیم این عدد چند است؟ تنها میدانیم که عدد 2 مطلقاً شده میتواند، چون اعدادی که داریم بر 2 قابل تقسیم است و می دانیم که این 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 5 دارد. پس بر 2 ضرب 2 هم قابل تقسیم است. چون 2 ضرب 2 اینجا داریم و بر 3 هم قابل تقسیم است. و بر 2 ضرب 3 هم قابل تقسیم است. پس 6 است. و می دانیم که بر 2 ضرب 2 ضرب 3 هم قابل تقسیم است. و می توانیم بگوییم بر حاصل ضرب هر کدام اینها قابل تقسیم است و می دانیم که بر 3 ضرب 5 هم قابل تقسیم است و می دانیم که بر 2 ضرب 3 ضرب 5 هم قابل تقسیم است. و در عموم وقتی بر این اعداد اولیه نگاه می کنیم، هر عددی که بر 12 و 20 قابل تقسیم باشد بر حاصل ضرب هر کدام این اعداد اولیه قابل تقسیم است. پس این سوال دارای چندین گزینه است و در جوابات 7 و 9 و 12 و 8 است. پس میگوییم 7 یکی از این اعداد اولیه نیست و 9 هم 3 ضرب 3 است. ما اینجا صرف 1 3 داریم، پس 9 هم نیست.
هفت و نه نیست و 12 مساوی 3 ضرب 4 است، یا بگوییم که 12 مساوی 2 ضرب 2 ضرب 3 است و ما در میان اینها اعداد اولیه 2 ضرب 2 ضرب 3 را داریم که مضرب مشترک این دو عدد است. پس 12 است چون 12 را داریم. و 8 مساوی 2 ضرب 2 ضرب 2 است، ما اینجا فقط 2 تا 2 داریم ولی 3 تا 2 نداریم، پس 8 هم شده نمیتواند. یک مثال دیگر کار کنیم که بهتر فهمیده شود. باز هم عین سوال، تمام اعداد که بر نو و بیست و چار قابل تقسیم است، بر سوالیه هم قابل تقسیم است. باز هم فکتورگیری ابتدایی را انجام می دهیم. درباره کوچکترین مضرب مشترک فکر می کنیم که برای 9 و 24 باشد. فکتورهای اولیه 9 را بگیریم که 3 ضرب 3 است، همین قدر. و فکتورهای 24 که 2 ضرب 12 است. و 12 که 2 ضرب 6 است. و 6 که 2 ضرب 3 است. پس هر عددی که بر 9 قابل تقسیم باشد باید 9 را داشته باشد. یا فکتورهای اولیه آن دارای 3 ضرب 3 باشد. و هر عددی که قابل تقسیم بر 24 باشد باید فکتورهای اولیه 24 را داشته باشد. پس باید دارای 2 ضرب 2 ضرب 2 باشد. پس باید یک 3 که در اینجا داریم داشته باشد. و این عدد در اینجا بر هر دوی آنها قابل تقسیم است. بر 9 و 24. این عدد در اینجا در واقع 72 است. و این 8 ضرب 9 است که 72 می شود. و در گزینه های این سوال فکر کنید که این هم چند گزینه ای باشد. داده باشد 16 27 5 11 و 9. و برای 16 اگر فاکتورهای اولیه را بگیریم، این 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 می شود، یعنی 2 به توان 4. و باید در اینجا 4 دانه 2 داشته باشیم که نداریم. شاید اعداد دیگری هم باشد ولی هنوز نمیدانیم. اینها تنها اعداد اولیه هستند که فعلا در فاکتورهای این در نظر می گیریم برای عددی که بر 9 و 24 قابل تقسیم باشد. پس 16 نیست چون 2 تا 2 کم داریم. و 27 مساوی 3 ضرب 3 ضرب 3 است. و ما در اینجا 3 تا 3 نداریم، فقط 2 تا 3 داریم. پس این هم نیست. و 5 یک عدد اولیه است که ما در اینجا نداریم، 5 هم نیست. و 11 هم عدد اولیه است که ما نداریم، این هم نیست. و 9 مساوی 3 ضرب 3 است. حال متوجه شدم که این جواب بسیار ساده است، چرا که تمام اعدادی که بر 9 بسیار قابل تقسیم باشد البته که بر 9 هم است و البته که 9 است، ولی نباید این را هم گزینه می ساختیم چون خود 9 در سوال است، پس 9 می شود. ولی اگر عدد 8 هم در گزینه ها می بود آن هم می شد، چون 8 مساوی 2 ضرب 2 ضرب 2 است و ما اینجا 3 دانه 2 داریم. و 4 هم میشد چون 2 ضرب 2 است و ما داریم. و 6 هم میشد چون 2 ضرب 3 است و ما داریم. و 18 هم میشد چون 2 ضرب 3 ضرب 3 است و ما داریم. و هر عددی که از حاصل ضرب فاکتورهای اولیه اینها به وجود بیاید قابل تقسیم عددی است که آن عدد قابل تقسیم بر هر دوی 9 و 24 باشد. امیدوارم که زیاد گیج کننده نبوده باشد.